در خبر دیگر، شرکت مایکروسافت در گزارش اعلام کرد هکرهای وابسته یا مورد حمایت جمهوری اسلامی به فعالیت‌هاشون برای هک و همینطور انتشار اخبار دروغین سرعت دادند. بر اساس این گزارش، فعالیت‌های هکری مرتبط یا وابسته به جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی به نسبت سال 2021 بیش از 3 برابر شده و به 24 مورد رسیده. اسرائیل، آمریکا، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و چهره‌های شاخص مخالف جمهوری اسلامی هدف این حمله‌ها هستند. عمده فعالیت‌های سایبری با مبدأ ایران تحت پوشش شرکتی با عنوان ایمن نت گستر انجام شده. برخی کارکنان این شرکت حدود 2 سال پیش توسط دولت آمریکا تحریم شدند. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم با سحر تحویلی، پژوهشگر در حوزه فناوری و اطلاعات از استکهلم. خانم تحویلی، چرا سرعت بخشیده؟ چرا فعالیت‌هاش رو بیشتر کرده جمهوری اسلامی با وجود همه تحریم‌هایی که در این حوزه متوجه شده؟ ببینید، این گزارش 2 وجه اصلی داره که ما باید بهش توجه بکنیم. یکی اینکه سیاست و استراتژی جمهوری اسلامی رو داره نشون میده برای حملات سایبری و هکری، همونجوری که شما اشاره کرده که بیشتر به عملیات نفوذ داره از عملیات نفوذ استفاده میکنه. و جنبه دوم این هستش که نشون میده که عملیات نفوذ خودش به هر حال مجموعه‌ای از مهندسی اجتماعی و اخبار جعلی و افراد جعلی هست. این خودش نشون میده که ایران اون تکنولوژی رو نداره و اون افراد کارآمد رو نداره برای اینکه بخواد حالا حملات سایبری رو به شکل سیستماتیک انجام بده. در گزارشی که مایکروسافت پخش کرده و شما هم اشاره کردین بهش، گفته شده که بله، حملات سایبری بیشتر شده، ولی همش بیشترش از طریق مهندسی اجتماعی داره انجام میشه. یعنی فردی در سیستمی هست، حالا ایرانی یا غیر ایرانی، که جمهوری اسلامی اون رو شناسایی میکنه، حالا بهش پول میده یا به هر شکلی اون رو وادار به همکاری با خودش میکنه. این بسیار متفاوت هست با اینکه شما اون زیرساخت رو داشته باشین، اون تکنولوژی و توانایی رو داشته باشین که از داخل ایران مثلا هک بکنین حالا یک زیرساخت یک کشور دیگر رو. خب این بخشی از سیاست جمهوری اسلامی خب همیشه بوده، ولی به جای اینکه بیان حالا زیرساخت ها رو بهتر بکنن و امنیت سایبری خودشون رو که از 100 رتبهش فکر می‌کنم 14.29 هست ارتقا بدن، بیشتر به این جنبه رو آوردن. ولی خب البته این رو هم گزارش بهش اشاره داشته که تمام بد افزارها و نرم افزارهایی که روی یک سیستم نصب میشه برای اینکه پاک بکنه اطلاعات یک سیستم رو، اونها کاهش داشته از طرف ایران، که باز دوباره به شکل مستقیمی داره نشون میده که اینها از اون توانایی، از اون تکنولوژی و از اون افراد کارآمد که باید داشته باشن رو ندارن برای حملات سایبری. سحر تحویلی، پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات از استکهلم، ممنونم ازتون.